واشنگتون امیدوار است که هیدر عبادی نخست وزیر عراق در ارتباط با سونی ها نگرش فراگیرتری داشته باشد و بتواند از این عامل در به وجود آوردن ارتشی منسجم و کارآمد استفاده کند عامل دیگری که به تضعیف نیروهای مسلح عراق منجر شده شبه نظامیان شیعه عراقی هستند که ایران از آنها حمایت میکند و حضور گاه به گاه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در جبهه ها عراق را به صورت لبنان دیگری درآورده است به عبارت دیگر وابستگی آشکار ارتش عراق به شبه نظامیان شیعه که ساختار فرماندهیشان در خارج از اقتدار دولت اراق قرار دارد عامل دیگری در ضعف بنیادین این نیروی نظامی است و از آن مهمتر مانع از پیوستن سنی ها به ساختارهای نظامی و غیر نظامی در عراق می شود. می دانیم که در عملیات تکریت واشنگتن با بمباران مواضع شبه نظامیان دولت اسلامی از عملیات شبه نظامیان شیعه عراقی برای آزاد کردن آن شهر حمایت کرد. چیزی که طبعا از چشم سنی های عراقی پنهان نمانده است.